هرات ولایتی که قطب اقتصادی افغانستان و مهد فرهنگ و گردشگری در این کشور است، اما با موزلی بزرگ با عنوان مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کند. این روزها در هر گوشه و کنار این شهر میتوان معتادینی را دید که علاوه بر نابودسازی چهره شهر، ممکن است خطرات بزرگتری از جمله انتقال انواع بیماری‌ها را بیفزاید. در این بین به دلیل وجود گسترده این پدیده در شهر، مواد مخدر نیز به وفور به فروش می‌رسد. امید ناب یکی از فعالان مدنی است که پدیده اعتیاد به بزرگترین دغدغه روزانه او در هرات تبدیل شده است. شهر هرات به عنوان یکی از شهرهای بزرگ و شهر پایتخت فرهنگی افغانستان، پلیس هرات نتوانسته او طوری که باید جلوگیری کنه و در این قسمت ناتوان بوده و کسایی که دارن دست به فروش مواد مخدر میزنن و متاسفانه جوانان ما را آلوده میکنن به پدیده شوم اعتیاد و خانواده ها دچار از هم فروپاشی میکنن، جلوی از اینا رو بگیره و به صورت علنی ما شاهد از این هستیم که در بازار داره خرید و فروش میشه مواد مخدر. در کنار فعالان مدنی، اعضای شورای ولایتی نیز به شدت از افزایش معتادین در هرات انتقاد میکنند. محمد سردار بهادری که از اعضای شورای ولایتی میگوید که این شورا بارها پیرامون افزایش شمار معتادین در سطح شهر به مقام ولایت هرات تذکر داده است. در کنار فعالان مدنی، اعضای شورای ولایتی نیز به شدت از افزایش معتادین در هرات انتقاد میکنند. بارها ما به جناب محترم والی صاحب به جلسه ها مطرح کردیم، یکی از نگرانی ها و معضلات فعلا اجتماعی ولایت هرات دانستیم و فیصله به این شد که باید اقدام بشه به خاطر جمع آوری و تداوی معتادین و مبارزه با کسایی که خرده فروشی میکنه با آسانی به دسترس جوانان مردم جنس مواد مخدر قرار میده تا اینا معتاد بشه یا استفاده بکنه. ولی خب متاسفانه هنوز ما برنامه و اقدامی از طرف اداره محلی و پلیس و مدیریت مواد مخدر شاهد نبودیم و نیستیم که رضایت نماینده های شورای ولایتی مردم در پی داشته باشه. اما این داستان به ویژه زمانی نگرانی های بیشتری می آفریند که گزارش هایی از ورود معتادین از کشورهای همسایه شنیده می شود. مسئولان اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات گفتند سالیانه شمار زیادی از افراد دارای اعتیاد از ایران و پاکستان به هرات می آیند و این موضوع نگرانی زیادی را برای آنها به وجود آورده است. ما معتادینی داشتیم که در سال مالی 98 ما حدوداً 785 نفر معتاد را داشتیم که از جمهوری اسلامی ایران وارد کشور شدند. اما چون پروسه ترک اعتیاد یک پروسه داوطلبانه هست، اجبار نیست، ولی مشاورین ما با اونا صحبت ها را میکنن، تعدادی که ساکن هرات هستند قطعا ریفر میشن به مراکز ترک اعتیاد، اما کسایی که از هرات می نیست یک ترانزیت شهر استفاده میکنن برمیگردن منطقه اصلی خود، این تعهد در میدن که محض از ولایت رفتن برن به ریاست های امور مهاجرین ولایات و خود معرفی بکنن که اونا رو باز ریفر بکنن به مرکز ترک اعتیاد تا بتونن اعتیاد خود را ترک بکنن. خوشبختانه این برنامه در هرات موفق بوده، ما تعداد زیاد رو معرفی کردیم و تانستن ترک اعتیاد بکنن. این موزل پای دکتران را نیز به میدان کشیده است. دکتر فرید احمد اعجاز نسبت به افزایش تعداد معتادان و افزایش امراض ساری و دیگر انواع بیماری ها به ویژه ایدز در این ولایت هشدار داده و میگوید زمان آن فرا رسیده که فرماندهی پلیس هرات و اداره مبارزه با مخدر دست به دست یکدیگر داده و در راستای جمع آوری و درمان معتادان اقدامات جدی تری روی دست گیرند. ریاست مبارزه با مواد مخدر باید با این کار فعال بشه، در قسمت اینا جمع‌آوری کنه از سطح شهر برای از اینا پروگرام آموزشی به خاطر ترک داشته باشه. کسایی که خرده فروشی میکنن یا برای مردم اینا توزیع میکنن به اصطلاح ساقی که امروز زیاد میشه، اونا رو پلیس گرفتار بکنه که دیگه از این کار جلوگیری بکنه و حداقل کار که روز به روز به سر مردم تاثیر بعد میگذاره و تعداد معتادین به جامعه بیشتر میشه کمتر بشه در جامعه امروزی ما. در میانه این انتقادات و اتهاماتی که از کمکاری مسئولان حکایت دارد، مسئولان در فرماندهی پلیس هرات نظرات دیگری دارند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پلیس هرات کارکردهای این فرماندهی در راستای بازداشت فروشنده های مواد مخدر را موفقیت آمیز خوانده است. مبارزه جدی و قاطعی هم پلیس هرات در قسمت فروشندگان مواد مخدر داشته که در طی سال 98 هم عمده فروشای مواد مخدر و یا قاچاقبران عمده بازداشت کرده برگان های عدلی قضایی سپرده و در پهلوی ازو خرده فروشا هم
از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شدند، برگان‌های عدلی و قضایی سپرده شدند. اما به هر حال همچنان معتادین در هرات به چشم می‌خورند و در گوشه و کنار این شهر مواد مخدر مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند. باید منتظر ماند و دید که اقدامات بعدی اداره محلی برای برطرف کردن این موزل چه خواهد بود؟